دوستان عزیز، سلام علیکم. امیرعلی عبدالی هستم با یه قسمت دیگه از برنامه شوخی با شاخان مجازی در خدمت شما هستیم. اول از همه بگم که این ویدیو صرفاً فقط و فقط جنبه فان و شوخی داره، هیچ منظور دیگه ای نداریم، هیچ قصد و غرض دیگه ای نداریم. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، یه اینجوری اون پایین است اونو بزنید لایک کنید. اگه این ویدیو رو دوست دارید حتما نظرتون رو واسه من کامنت کنید. لطفاً کانال یوتیوب من رو هم سابسکرایب کنید، یه نوشته قرمز اون پایین نوشته سابسکرایب اونو بزنید، سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن بزنید. برو بریم واسه ویدیوی اول. حالا عاشق شدی؟ تا حالا کسی رو اسکل کردی؟ تا حالا از خانواده کتک خوردی؟ تا حالا کسی بهت شماره داده؟ سینگل بودن رو دوست داری؟ تا حالا شده نتونی به کسی بگی دوستش داری؟ از تاریکی میترسی؟ آدم مغروری هستی؟ به نظر خودت خوشگلی؟ عصبانی که میشی دست به زن داری؟ ببین، با هیچی ویدیو کاری ندارم، اصلا با سوالات با پاسخ ها هیچ کاری ندارم. اون بخش فکر میکنی خوشگل هستی با اونجاش کار دارم. هم بالا به پایین تحلیل کنی، موها رنگه، پوستو کشیده، ابروها رو تتو زده، بعد همون تتو رو رنگ کرده، موجه ها مصنوعی، همون موجه مصنوعی رو فرموجه داده، چشا لنزه، دماغ عمله، دماغش یه جوری انگار با خمیر بازی درست کردی، تهش دوتا انگوش زدی اینجوری، سوراخ ها قاچاقی بازه، لبا ژله، همون روژ ژل کلی روژ لب و خط لب زدی، فک هم که زاویه دادی. بعد موقعی که میخوای ویدیو بگیری با فیلترهای اسنپ چت میگیری، موقعی که میخوای عکس بذاری با دوربین 40 میلیونی میگیری، یه تیم حرفه‌ای فتوشاپ و گرافیک میشینن 3 ساعت عکساتو ادیت میکنن، از سینمایی‌های هالیوود بیشتر وقت میذارن واسه عکسای تو. مگه چقدر زشتی شما که این کارا رو میکنی یه ذره قابل تحمل بشی؟ بعد تازه با این همه تدارکات و تجملات چیز خاصی نداری. بعد میگم شما قبل از عملتون و بعد از عملتون یه جوری هست که پدر مادرتون بشناستتون؟ من واسم سوال، واقعا این قیافه معلومه طرف کوبیدن نو ساخته آورده بالا، دم دکتر گرم. واقعا از این دکتر باید تقدیر کرد، از این دکتر واقعا باید تقدیر و قدردانی کرد، به خاطر اینکه همچین لولوی رو تبدیل به هلو کرده. ولی این دندوناتو ندیدم، دندوناتو ندیدم، نمیتونم زیاد قضاوت کنم، زیاد واضح نبود. قاضی فقط خداست، فقط خدا میتونه درباره دیگران نظر بده و قضاوت کنه. من هیچ تصمیمی نمیتونم در این مورد بگیرم. من اگه فقط کارم تبلیغاته، خیلی بهتر از اینه که صبح تا شب بخوام برم سگ دو بزنم تو این مغازه، تو اون شرکت، تو این فلان، نگاه‌های اینجوری، نگاه‌های اونجوری، خسته کنم خودمو تو این گرما، میشینم تو خونه زیر باد کولر کار میکنم، پول در میارم، ارزمو نشون میدم. توی که داره بهت فشار میاد، این همه میای کامنت میذاری، این همه دایرکت دریوری میری به من میگی، خب یه ذره عقلتو به کار بنداز، مثلا من بشین تو خونه لنگتو بنداز رو لنگت، به جای اینکه بهت این همه فشار بیاد و بیای به مردم دریوری بگی، خب بشین یه کاری واسه خودت تو خونه درست کن. والا چی عرض کنم، الان مثلا اونایی که میرن بیرون شده خراب عالم، شما که نشستی تو خونه تو مجازی فعالیت میکنی شدی بانوی پاکدامن دو عالم. شما اگه فکر میکنی تو مجازی بودن باعث میشه که زیاد تو چش نباشی یا نگاه اینجوری اینجوری نیاد روت، باید این رو بهت خبر بدم و این نوید رو بدم. اون سایت هایی که باعث میشه جوانان ما چشماشون ضعیف بشه مجازیه ها. فکر کردی واقعا چش روت زیاد نیست؟ الان حجابت هم رعایت نکردی. خیلی از مشکلات ازدواج ما جوانان که باعث شده کاهش جمعیت داشته باشیم، جمعیتمون رو به پیری بره، فقط بی پولی نیست، یه کسایی هم مثل شما. خاله چرا آخه این کارو با خودت بکنی؟ میگم حالا که شما یه دسته ید طولایی در تبلیغات داری، به یه کانال ما هم تبلیغ کن، شاید یه فرضی شد بچه ها ما رو سابسکرایب کردن، لایک کردن، کامنت گذاشتن، بالاخره ایشون از صدا سیما بیشتر داره کار تبلیغات انجام میده. و بیل گیتس اینجوری مشاوره نمیده، شما باد کدوم مده ای داری به ما مشاوره میدی خدا وکیلی؟ ورکشاپ نمیذاری؟ ورکشاپ آنلاین بذار ما واسه شرکت کنیم، من خودم بلیت صندلی اول میخرم، وی آی پی میمم شرکت میکنم. سلام گلای تو خونه، هموطنای نمونه، میخوام که تو این روزهای قرنطینه همدلی و روحیه یادتون بمونه. یا حق
بسیار با محتوا و با مسما بود، خدا وکیلی دم شما گرم. شما کنسرت نمیخوای بذاری؟ خیلی خواننده ها داریم یه همچین صداهایی از خودشون در میارن، جیغ جیغ میکنن، بلیطای کنسرتشون ما دیدیم زیر 3 دقیقه سولد اوت میشه. شما هم کنسرت بذار، من خودم میام ردیف اول صندلی اول میشینم. خدا وکیلی واقعا ممنونم که همچین ویدیوی آموزشی و کلیدی رو برام گذاشتید، دمتون گرم. ایول پرچمی همه جا خودتو دادم دای خدا وکیلی، استفاده میکنم حتما. جای خواستم ار کنم اول ویدیو شما رو ببینم، بعد قشنگ ببین حتی استادی داری الان بگردنم. اینو جدی دارم میگم خدا وکیل. دایی میگم واسه سنت زشت نیست، من الان سنی ندارم ولی این ویدیوها رو میسازم میرم بیرون، طرف میگه تو همونی که مسخره میکنی. میگم اولا نه، من مسخره نمیم، من شوخی میکنم، با من با هیچ مشکل شخصی ندارم. دوم من نیستم، من زیر بار ویدیوهای خودم نمیرم. واقعا الان یه نفر بیاد مثلا تو رو بیرون ببینه، میاد میگه تو همونی که ار کردی. بابا دم شما گرمه و خیلی با دل و جرأتی شما، واقعا من نمیتونم یه همچین ویدیویی بسازم، هیچ وقت هم نمیتونم. اینقدر بودم و اینقدر شدم، جونم بگو این چه شهره، مادر شوان، خواهر شوان، میخوام نه خود و سر به تنش نراشه. وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، اینقدر بودم و اینقدر شدم، مردم بگو این سرگره، مادر شوان، خواهر شوان، میخوام نه خود و سر به تنش نراشه. بین احتمالاً یه بار یه جا اینجوری رقصیده، یه از خدا بیخبری گفته خوب میرقصی، انقدر اینجوری رقصیده آلمیچرش سوخته گیر کرده دیگه، همینجوری داره کنترات ور میداره میره. دم شما گرم خدا وکیلی، واقعا من نمیدونم چجوری از شما تقدیر و تشکر به عمل بیاورم. ایول ایول آلمیچرت سوخته، پیشنهاد میکنم که یه ذرم برعکس برقص، شاید یه فرضی شد درست شد آلمیچرت. بازم برام سوال، اینا چطوری روشون میشه؟ اینا چطوری روشون میشه؟ واقعا اینجوری برقصم بیام بریزم بیرون واسه، ولی احساس میکنم شلوار این خوشمزه است، میشه شلوار اینو خام خام خورد. من واقعا علاقه مندم به اینکه شلوار ایشو رو بخورم خدا وکیلی، جدی دارم میگم. این جیکسی، این گنگ عمو، این بوش کردنی، دمت گرم. کی گفته عقل سالم در بدن سالم؟ بیاد تجدید نظر کنه، واقعا این بدنش نمیخوره خراب باشه، بدن خوبی داره ولی عقل نمیدونه. خالمه راد آرمینو که بزنی؟ خالمه راد آرمینو سفومی میخواه خلاصی سف. یه بار دیگه پلی کنم، خیلی سنگین بود، درکش نکردم، این معرفت میخواد اینو درک کردن. یه بار دیگه پلی کنم اینو. خالمه راد آرمینو که بزنی؟ خالمه راد آرمینو سفومی میخواه خلاصی سف. ببین هر چقدر بگم تهش، شما تحت رو حساب کنید. اگه مثلا یه روز بیان از من بپرسن بگن آقا کلمه جذابیت رو روی یه نفر توصیف کن، من ایشونو نشون میدم، ایشونو نشون میدم. چرا میگه پیرن صورتی؟ دل منو برده، واقعا دل منو برد ایشون. ببین اگه این مرز جذابیته، از این ور مثلا داریم میگیم که جذاب بشه، ایشون اینجا ایسکا تاکسی زدن واسه اون ورش. جدی دارم میگم اینو، واقعا دارم جدی میگم. لیلی و مجنون رو از ایشون رو این دو تا ساختن. فقط نمیدونم چرا هر بار که ویدیو میدن یکی دیگه میگه عشقم. واقعا عشقاتون زیاد داره میشه، مگه نمیگن یه دل و یه معشوق؟ شما چند تا دل دارید؟ من نمیفهمم واقعا. ایشون صورتی بود، من صورتی دوست دارم، شلوار ایشون هم میخوره. که کلی که با کفش‌های خاص شیک و برند داره، قیمتشون از همه جا مناسب‌تره، فروش آنلاین هم دارن، ارسال به سراسر ایران هم دارن. این کیف خوشگلی که می‌بینی من از این پیج سفارش دادم. بچه آیدیش اینجا براتون می‌ذارم، حتما به پیجشون سر بزنید. خلاقیت، یه کوچولو خلاقیت، یعنی هر چیو بدن تبلیغ کنی این چهار تا جمله رو میندازه قبلش تهش اسم پیجم، یال اسم پیجم اونجا نگفت. خودم خریدم، ننم خریده، بابام خریده، راضین. قیمتاشون از همه جا پایین‌تره، کیفیتاشون از همه جا بالاتره و دیگه اینجا تهشه، دیگه اینجایی که من معرفی کردم ته تهشه. تو هر ماه روزی یه دونه تبلیغ اینجور تو همین موضوع، تو همین سبک میذاره. مثلا اگه تو یه ماه 30 تا تبلیغ ساعت فروشی بذاره، تو همش این چهار تا جمله رو ردیف کرده، تهش فقط اسم پیج عوض میشه. البته چوسی نباشه شلوار ایشونو نمیخورم، چون من خودم هم خلاقیت خاصی واسه تبلیغاتم تو اینستاگرام انجام نمیدم. من همین جمله رو میگم، منم گوخوری حقیقتا دارم اینا رو میگم، بیش از حد دارم سخت میگیرم به مردم، چون خودم واقعا همین کارا رو میکنم. خودم وقتی شنی نیستم چرا باید یه نفر دیگه رو بیام مورد انتقاد قرار بدم؟ واقعا نمیدونم. عروسک من، تو چرا به خشک مسکری؟ آخه مامان بابا کی بودن اینقدر تو زیبا شدی، اینقدر ناناش شدی، خشکش شدی، کی بودن؟ رد کن بره واقعا. نه رد نکن بره، آخه خوشگل حیفه واقعا. یه چی تو همون وزن میشه مثلا پشکل، مثلا اینو میشه گفت، ولی واقعا من احساس میکنم مثلا مامانت یه چی بین اسکارلت جوانسون و مارگو رابی بوده، بابات یه چی بین تام کروز و لئوناردو دیکاپریو.
که یه همچین چیزی دافه تر تمیزی در اومده بیرون. ولی میگم شما یکم کمتر حجابت رو رعایت کن، انقدر سخت نگیر به خودت، انقدرم دیگه لازم نیست، یکم کمتر به چیز کمتر بریز بیرون، کم کمتر بریز بیرون بابا، زشته به خدا همین کارا رو میکنی. دو روز دیگه اینستاگرامو فیلتر میکنم ببین من چی گفتم. خدا وکیلی داش سایت نیستش که اینجا، حالا اسم نمیبرم، اگه میخوای اونجا فعالیت کنی باید بری یه جای دیگه، اینستاگرام جاش نیست. خوشگل زیبای خوفته، خوشگل. من واقعا پاره ترینم، خیلی خسته شدیم امروز، شما یکیشو میبینید ولی امروز تپ به تپ ویدیو گرفتیم، 3-4 تا گرفتیم، در آینده واسهتون میذاریم. خیلی ممنون که تا اینجا تحمل کردید واقعا، هم بنده رو هم اون دوستان عزیزمون رو. باز هم میگم قصد ما از این ویدیو فقط شوخیه، فقط خنده است، فقط هیچ منظور دیگه ای نداریم، خدا وکیلی هیچ منظور دیگه ای نداریم. کانال یوتیوب بنده رو سابسکرایب کنید، یه دونه اینجوری هست اون پایین اسمش لایک، یه دونه بزنید روش، یه زنگوله هم هست بزنید روش، دمتون گرم. از آقای محمد متکم تشکر می‌نمایم، از آقای امینم تشکر می‌کنم، از آقای حسینم تشکر می‌کنم که زحمت ویدیوی ما رو گرفتن، خیلی ممنون.